یک دستگاه جادویی عجیب جا باز کرد. پیچش را می پیچاندن تا صدایی بیاید، نغمه‌ای، پیامی، بشادی. این لحظه افتتاح رادیو در ایران در امارت بیسیم پهلوی سال 1319. رضا شاه ولیعهدش محمد رضا را فرستاده بود برای راه انداختن رادیو صدای ایران، صدایی که در اوج جنگ جهانی دوم پخش برنامه‌هایش را آغاز کرد و از طریق امواج رادیو بخش‌هایی از کشور را پوشش می‌داد. رادیو در افغانستان چندین سال پیش از ایران افتتاح شده بود. مهندسان آلمانی رادیوی قاهره و کابل را همزمان راه انداختند. در ذهن امروزی های گیگابایت دان شاید نگنجد که برنامه های رادیویی تا همین یکی دو دهه پیش روی این نوارها ضبط می شد. در روزهای اول رادیو چون تعداد نوارها زیاد نبود، نوارها رو پاک می کردند تا از نو ضبط کنند. قصه ای، شعری، ترانه ای. اینجا یکی از قدیمی ترین استودیوهای رادیو ایرانه. فکر میکنم حالا که به اینجا اومدیم بد نباشه صدای یکی از خدمتگزاران رادیو رو که سالها برای ما قصه گفته و اکنون بین ما نیست بشنوید. بچه ها سلام، امیدوارم که همیشه در رعایت خوشی و شادمانی باشید. این یکی از نخستین برنامه های رادیو ایران، قصه کودکان، آقای صبحی و البته موسیقی. رادیو در هر دو کشور ایران و افغانستان بیش از رسانه سازمان فرهنگی بود، جایی برای پل زدن میان خرده فرهنگ‌ها، رساندن صداها، هنرها. رادیو که 24 ساعته FM سراسر زنده را در تهران سعید قائم مقامی افتتاح کرد در تابستان 1357. رادیوی خلاق که صدایش نه از استودیو که از فرستنده های سیار در گوشه گوشه پایتخت پخش می شد. برادران، هموطنان، رادیو در خاورمیانه و آسیای مرکزی با تغییر حکومت‌ها این دست و آن دست شد. به همتون خیر مقدم میگم. واقعا با محدودیت رسانه در ایران ده‌ها رادیوی برون مرزی برای ایرانیان برنامه پخش کردند، از جمله توسط کارمندان سابق رادیو و تلویزیون ملی ایران مانند سعید قائم مقامی که یک تنه یک رادیوی 24 ساعته را از لس آنجلس اداره می‌کرد. پس یکی به خاطر اینکه من خبر تنظیم کردم و بعد حالا من در این حال تلفنم جواب میدم، در این حال نقص فنی هم که پیش میاد وسط برنامه 100,000 بار به این زنگ زدم مجید تلفن کار میکنه. تحول رسانه و انقلاب دیجیتال در جهان به کمک جوانهای بی صدا در ایران هم رسید. در داخل ایران جوانها پادکست را به فضای امن برای شنیده شدن تبدیل کردند. صدها پادکست فارسی، معنای تازه برای مفهوم تنها صداست که میماند. آنلاین، قابل دانلود. علی همدانی، بی بی سی.